خانوم مرغ. پوست کندنش، خرد کردنش که چقدر آسونه. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ کف تورنتوین و اومدیم پیش علا اونر ساتور، قصاب معروف شهر تورنتو. اولا دیدید که من لباسم انقدر چروکه، از چمدون در اومده، میدونید دیگه من بچه استانبولم، من بچه تورنتو نیستم. علا قراره لاغرم کردن یه مقدار ببخشید. بله حرفتون. علا قراره که نکات ریز مرغو بهمون بگه امروز. من شما رو تنها میذارم با خود گوش. نه ببخشید. متخصص گوشت خدا بیم. یه همچین دوستای خوبی ما داریم دیگه. گوشت. خب آقا این نظرش شما یه سلام علیک کنیم. سلامون علیکم. سلام، خوبین؟ امیدوارم که همگی خوش، شاد، سرحال، خندان مثل خودم همیشه باشین. مهمون ما قرار بود بریم خونه اینا مهمونی، یعنی ساتور میخواست بره پیش بنیز، ولی آما هی میگیم بنیز، این میگه بنیز. برای بریم پیش بنیز، ولی بنیز اومد پیش ساتور. داستان رو کوتاه میکنیم. این مرغ زیبا امروز آوردم بهتون معرفیتون کنم. خانوم مرغ، ایشونو من میخوام بهتون پوست کندنش، خرد کردنش که چقدر آسونه. وقتی رفتید قصابی، حالا نه حتما ساتور، دیگه نمیخواد بهش بگین براتون پوست بکنه، بیارید خودتون کارش انجام بدین. این مرغو به سمت خودتون نگرش میدارید، انگوش میره اینجا، این زی همجوری خالیش میکنید. نه چاقو میخواد، نه به قول معروف زور میخواد. اگه یه موقع هم مثلا دیدید داره لیز میخوره زیر دستتون، میتونید حوله استفاده کنید، نه برای خوش کردنش. ببینید این عین لباس خیلی زیبا اینو پوشیده بود، ما لباسشو در آوردیم. حالا میدیم اینو به مرغای جدید که میان. نه شوخی کردم. ببینید این قسمتشو من صاف. این الان این پوستش، خانم مرغ بدون پوست. حالا چجوری خوردش میکنیم؟ اصلشه. ببینید این دوتا پاهاشو میگیریم، یه حالت زیبا، چاقوتون، ساتورتون، ببینید یه خط میندازیم، میشونیدش. یا با همین چاقو هم اگه تیز باشه نصفش میکنی. حالا این میاد اینجا، یه دونه وسط، بین این دوتا پایین رون و بالا رون یه خط چربی هست، یه خط افقی عمودی، اینو میارید پایین، درست چاقوتون رو روی اون میکشید. اگه روی این نکشین همش میرید رو استخون، اعصابتون داغون میشه. این چیکن تای. چیکن تای. خب اینم که درام استیکش. این کوارتره، بعضی ها اینجوری غذا درست میکنن، بعضی ها دونه دونه. دوباره ببینید اینو من میذارم اینجا. میدونم اگه به این قسمت میرسید اینقدر اذیت میشید، میگید این ساتور رو دیدی؟ وردش یه دونه اینجوری کرد برید. حالا این بالشون رو میگیریم، دستشون رو میگیریم، درست زیر بغلشون یه خط کوچیک میندازید. دوباره این ببینید، این زیر بغلش رو نگاه میکنید، یه خط کوچیک، اینو میشکنید، جدا میشه. دوباره جدا میشه. این نوکش رو معمولا میزنن، بعضی هم دو تیکش میکنن برای جوج. حالا میرسیم قسمت ستون فقرات. دستمون این وسط، خیلی دستشون اینجا، میگن بزنن به اینجا، میزنن به اینجا. مواظب باشید، تمیز، خوشگل میزنید. این ستون فقرات، سوپی. حالا دوباره وسط سینه. این سینه رو میتونید همینجوری استفادهش کنید. اگه هم بخواد استخونش بگیرید، این استخونه بگیرید. هم میتونید نصفش کنید.
کاری داشت؟ این قسمت مرغ خوشگل خوب، معمولا مرغ خوب یک کیلو و نیم اینطورا مرغ سایز خوب مرغ. خوشحال شدیم تشریف بیارید ساتور پیش ما. خدافزی نکن من فکر کردم بیشتر طول میکشه. من که گوشت بودم. نه شما ببخشید چی گفتیم؟ شما قصابی متخصص گوشتی، حالا یه سوتی دادیم اشتباه. نه بفرمید. من فکر کردم این یه رو 20 دقیقه طول میکشین رو خورد کنیم. نه تازه من میخواستم توضیح بدم چیز کنم یاد بدهم این همه طول کشید. اینه یک مرغ معمولا بین 35 تا 38 ثانیه جدن؟ باید به این روز در بیاید. واقعا؟ آره. خب پس خیلی میخواد یه دونه دیگه بیارم بهتون که... نشون بدم؟ نفهمیدید کامنت کنید واسش، من به دستش میرسونم، خودش هم کامنت داره میتونید فیلمو دوباره ببینید، سه باره آره. ببینید آره اونم هست. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. یه نکته رو من اومدم این تو بگم. آره کاری داشت. اینا چیزاییه که هیچ جا تو تورنتو تو مغازه ایرانی پیدا نمی‌کنید. چرا؟ چون کار دست استاد خودش اینا رو دونه دونه ترشی میندازه. یه سری چیزا هست فقط تو ساتور هست و مال خودشه. آره همه جا هفته به جور مثلا همه جا زیتون پرورده هست، ولی زیتون پرورده ایشونه که اون چوچاخ و موچاخ داره. اصلا تو یعنی آقای خودت برای من چوچاخ آوردی؟ شبیه ایرانه، خلاصه شبیه تورنتو نیست. آره ترشی دست... ترشی چیه؟ پیاز یادتونه؟ ترشی پیاز منم درست کردم، علی پیاز اینجوری ویدیوشو میذارم اینجا برید ببینید. خیلی مخلصیم، مراقب خودتون باشید، خودتون رو ببوسید، بخندین همیشه، خندان باشین.